راننده دیشب توی زندان کشته شده. پس درست حدس میزنیم؟ بله. بعدش اینه که الان هیچی تو دستمون نیست، فقط یه چهره نصف نیمه از یه مسافر بغل دستیش، 50 تومن پول که نمیدونم از کجا رسیده، حسابش هم پاک بود. حالا چرا جلوی شاگردای من این کار میکنه؟ خواستم مطمئن شه تو هم بخبر میشی. همه این سیر سر کامران. کامران؟ کامران دلیری. میتونی تصویرشو برامون شناسایی کنی؟ فیلمی که از جلوی خونه مادر رضایی گرفته شده، یکی با موبایل گذاشتتش به اینترنت به اسم این خانمه. آدرسش هم بیرش نوشته شده. همینجا سر خیابون رفته بود خوشویی، تلفنی داشت با من صحبت میکرد که یهو گوشیشو دزدیدن. خدا اصلا محل دعوا نیست. اون روزم کلش یه اتفاق رفت تا سر قبر پسرت. خیلی باهاش حرف زدم، او دنیا میتونین ازش بپرسین. شما اگر رضایت نمیدین به خاطر پسرتون نیست، به خاطر دل خودتونه. اگر نبا کشتره پسر من، پسر شما زنده نمیشه. فقط میخوام ازتون یه خواهشی بکنم دیگه، آخرین خواهش همه قبل از اعدامش، فقط یه بار برو ببینش. به خاطر بذار خودت برو ببینش. ببین از کجا علی. سلام رئیس، چشم میام خدمتتون. ساعت همینه دیگه. بله رئیس. چیه؟ ارسلان شمس، سرکرده و رئیس باندی که پدر خدا بیا مرزد متلاشی کرد. ساعت رو گردنش. بچه ها خیلی تحقیق کردن ولی چیزی دستگیرمون نشد. هرچی هست ممکنه به این مرتبط باشه. یعنی شما میفرمایید این ماجرا ممکنه کار از این باند باشه؟ باندشون که متلاشی شده، خیلی هاشون هم مثل این کشته شدن، بقیه هاشون هم دستگیر شدن. رئیس جسارتن
میتونم این عکس رو داشته باشم؟ میدونی که نمیشه. خودم دارم پیگیری میکنم. بله. ببخشید. نگران نباش. امر دیگه نیست؟ نه خیر، بفرمایید. نبینه ما رو پاسرت حفظ کن، مراقب باش. برو گمش نکنی سوجه رو، برو 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 برو. احمد جان موقعیت ما جنوب به شمال هروی، کجا میرسی بهمون؟ خیلی خوبه علی جان، حواستون رو جمع کنید. الان میگم بچه‌ها بهتون اضافه شن. Woo!
میدونی جرمه چقدر سنگینه؟ من فیر از جورنالیستم، داشتم کار خودمو میکردم. با چه مجوزی؟ از کدوم خبرگزاری؟ میدونی اتهامت چیه؟ فعالیت علیه امنیت ملی، معاونت در اختشاش، تشویش اسان عمومی. این یعنی 10 سال زندان. تازه خیلی کم بهت گفتم. حالا با چیکار کنم؟ حرف بزن، هر چی میدونی بگو. به خدا همشو گفتم، فقط تلفنی بود، من تا حالا اصلا ندیدمش. یه پولی برام واریز کرد، گفت این کارو بکن، ما بقیش هم قرار شد هر وقت کارم تموم شد بهم بده. میدونم تا حالا ندیدیش. با چه شماره‌ای باش در تماس بودی؟ های موبایل خودم. شاید بتونم برات یه تخفیفی بگیرم، به شرط این که همکاری کنی. هر کاری بگی میکنم آقا. تو هم اینجا بازداشت میمونی، تحت نظارت ما. تماسات با اون آدم قطع نمی کنی. توی چریعتی اون آدم نباید بفهمه تو بیشه مایی. اگه ازت پرسید بگو نتونستم فیلم بگیرم. یه بهونه بیار، بگو رفتم تو خونه من نتونستم باشون برم. فهمیدی؟ فهمیدم. فقط یه سوال، من اگه همکاری کنم که دارم میکنم آزاد میشم دیگه؟ خیلی بچه، یعنی همه تون بچه. تو بعد من جلو بگیر کردی پسر. بفرمایید. ببخشید مزاحمتون شدیم. بفرمایید. ببخشید. ممنون از شما. تشکر. اتفاق جدیدی افتاده؟ بله. البته دارم صلاح تونسته شما در جریان باشید. میتونم یه فیلم بهتون نشون بدم؟ فیلم؟ حتما. چرا این موضوع اینقدر مهم شده؟ چون یه طرف ماجرا یه مامور پلیسه، اونم خیلی وقت منتظر همچین اتفاقی هست. الان هم که دارن گربه رخصونیشونو میکنن. مطمئنید؟ شما به پسرتون اعتماد داشتین؟ بله 100%. اونم به من اعتماد داشت. میدونم. به نظرتون چرا باید کنار زباله های خونه شما دوربین گذاشته شه؟ چرا باید آدرس خونه شما رو بدم به مادر زاره؟ اون کسی که این فیلم‌ها رو تهیه کرده بود دستگیر کردیم، به همه چیز هم اعتراف کرده. البته این صحبت رو باید بین خودمون بمونه. اینا همش یه سری برنامه از پیش تعیین شده است. ما خیلی وقت درگیر این مسائلیم. حالا من باید چی کار کنم؟ فعلا هیچ. دارم بهتون میگم شما بخشی از نقشه این آدمایید. بیشتر مراقب اطرافتون باشید. شما هر کاری می‌کنید ازتون فیلم می‌گیرن و پخش می‌کنن. نمی‌خواید که از خونه پسرم بگذرم. کسی همچین درخواستی از شما نداره. این حق قانونی شماست. قرارم نیست با فشار اونو از حق خودتون بگذارید. البته که برای ما گرون تمام میشه. خیلی هم گرون. اما با اجازت. با اجازت. میتونم یه چیزی ازتون بخوام؟ بله. البته نمیدونم تا چه حد این خواسته من منطقیه. من در خدمت شما. بفرمایید. میخوام ببینمش. کیو؟ همونی که پسرم رو ازم گرفته. نمیدونم، باید در این مورد با جناب سرنگ صحبت کنم. ولی اون پسر منو کشته. این حق منه واسه یه دفعه که شده اونو ببینم. من حتما پیگیری میکنم. چشم. با اجازت. خدا نگهدار. سلام. سلام.
زمان اجرای حکم آزاده اسلامی اعلام شد. کی؟ هفته دیگه سه شنبه. سه شنبه. یعنی 6 روز دیگه. بله قربان. زیاد وقت نداریم. سرم مصطفی کجاست؟ اتاق جلساتش بوده. سلام رئیس. سلام. سه شنبه هفته آینده دیگه. آره؟ بله. میدونستین؟ زودتر از تو. از مادر مرحوم رضایی چه خبر؟ بنده خدا ازم خواست باهاتون صحبت کنم اگه ممکنه مزاره پرف بزنه. خوبه. خیلی خوبه. محل ملاقات همینجا باشه. موافقی؟ بله، چرا که نه. چرا قد عجله دارین؟ عجله کنید قربان، طرف تماس گرفت. برای این. سلام آقا، خیلی مخلصی، منتظر تماستون بودم. خوبی؟ فیلم آخری چی شد؟ گرفتی دیگه؟ نه نشد قربان، رفتن تو خونه صحبت کردن. چیز مشکوکی نبود؟ مشکوک؟ چی مثلا؟ رفت آمد مشکوکی، ماموری چیزی؟ نه آقا، مامور کجا بود؟ خب گوش کنم چی بهت میگم، حالا این دفعه اشکال نداره، ولی نباید چیزی از دست در بره. پس فردا قرار مردم جلوی خونه مادر همون پلیس جمع شن. چرا؟ میخوان اعتراض کنن که از مادر رضایت بگیرن. بله حواسم از فیلمشو براتون میفرستم. غیر از فیلم یه کار دیگه هم باید دارم. در خدمتم آقا. میخوام وسط ماجرا بدون اینکه کسی متوجه بشه با سنگ بزنی به شیشه خونهشون. با سنگ بزنم به شیشه؟ مگه نگفتی تو این ماموریت هر کاری میکنی؟ خب اینم کار دیگه. در ضمن چند تا پلاکارد هم باید آماده کنی. باید روشون شعار بنویسی. حالا شعارها روز داستان رو برات میفرستن. چشم آقا. پلاکاردا رو چی کار کنم؟ تو نمیخواد کاری بکنی. خودشون میان ازت میگیرن. نشون بده خودتو. چشم آقا. چشم. این همه دارم بهت میگم ادامه بده. خودش قطع کرد. نشد. تبلا ردش رو زدین؟ جلوی مردم رو نمیشه گرفت. به هر حال رسانه ها اینقدر تبلیغ میکنن تا مردم باورش کنن. حتما یه دفعه فیلم میگیرن، فیلم ها هم پخش میشه. به نظر من باید بذارین مردم حرف خودشون رو بزنن. به مادر رضایی خبر بدین که از خونه خارج نشه. هرچی که این آدم از شاهین خواسترم اجرا کنیم که بویی نبره. چشم رئیس، فقط این خبر رو باید به بالا اطلاع بدیم. ممکنه دستور بدن لغوش. خودت بنویس بفرست دفتر سردار. امیدوارم جلوشو نگیرم. چشم رئیس. چطوری پهلوون؟ من پهلوون نیستم، قاتلم. همین که میگی من قاتلم یعنی فهمیدی که کار بدی کردی. آدم ها همین که میفهمن واسه خدا کافیه، بقیه دیگه مهم نیستم. حکمم اومده، هفته دیگه سه شنبه. از بچه ها شنیدم، ایشالله که خیر جوون. انقدر اوزان بد شده که مرگم هم شده خیر. زندون واسه زندونی ها حکم دیوار داره که دوباره بر نگردم به گذشتشون. واسه منم که سالیان سال اینجام همین حکم داشت، ولی یه چند سالیه که مفهوم زندون واسه هم عوض شده. من و دوتا رفیقام چند سال پیش که جوانتر بودیم تصمیم میگیریم یه بار واسه همیشه بارمونو ببندیم و این زندگی نکبتی به قولی خلاص بشیم. سه نفری بلند شدیم رفتیم بالای شهر، یه خونه ویلایی گیر آوردیم که قبلا آمارش در آورده بودیم توش پول پله و جواهرات زیادی داره رو خالی کنیم. خالی کردیم و
ولی من همون شب دستگیر شدم و اون دو تای دیگه فرار کردم. پیش خودم گفتم من چقدر آدم بدبختیم، چرا واسه من گیر بیافتم و اون دو تای دیگه با اون همه پول جواهرات فرار کنن و برن کیف کنن. چند سالی گذشت تا اینکه یه شب یکشون آوردن اینجا به جرم دزدی از بانک و کشتن یکی از کارمندای بانک اعدامش کردن. قبل اعدامش ازش پرسیدم اون یکی رفیقمون کجاست، گفت یه شب تو ویلای خفنش اوبردوز کرد و فاته. جفتشون الان نیستن ولی من هستم. مهم نیست من زنده ام اونو مرده، مهم اینه که بعد اون ماجرا زندون منو به خودم آورد. الانم هر لحظه آرزو میکنم که از اینجا برم بیرون، چون میدونم این زندون بود که منو تکونم داد، و یا نه منم مثل اون دوتای دیگه الان بایکوت شده بودم. اگه حکم سه‌شنبه است وقت نداری. وقت واسه چی؟ واسه پیدا کردن خودت. خیر تو اینجا بوده، جوون راحت ازش رد نشو. یه چیزی بهت میگم، شاید فکر کنی که دارم شعار میدم، ولی به خدا قسم بدبختی من از موقعی شروع شد که نماز رو گذاشتم کنار، چیزی که الان تنها سرمایه منه. یا علی، احضارت کردم، پاشو باید بری. چیزی نمیخوای بگی؟ مطمئنی حرفی برای گفتن نداری؟ به پسرتون بگین شرمنده. سروان رضایی، پلیس جنجالی که این روزهای ایران شد. در ادامه اخبار با ما باشید. چرا میخواستی من رو ببینی؟ همه چیز از صبح همون روز شروع شد. و این امروز چه اتفاقی افتاد؟ من تا خورده پیش یه آقای کار میکردم به اسم فریدون، فریدون پورصاحب. بعد الان پیش خودم گفتم که بعد این همه سال بیگاری کردن برم واسه خودم کار کنم و مستقل شم. ازش 20 میلیون تومان قرض گرفتم، اونم ازم یه چک گرفت.
اول فکر میکردم از این که قراره برم برای خودم کار کنم و مستقل بشم خوشحال میشه. بعدم فهمیدم که میخواسته زمین بخورم و به بچه‌های تو نمایشگاه درس بده که هر کی از نمایشگاه بره بدبخت میشه. منم نتونستم 20 میلیون رو جور کنم. ولی یه مقدار پولش رو بهش برگردوندم. اونم گفت این پولی که به میدی میشه سود پولم. ولی اصلا قرار ما یه همچی چیزی نبود که من بخوام سود پول بدم. بهم قرض داده بود. خیلی عصبانی شدم. اون روز صبح رفتم در خونش. با یه وزنه زدم تو سرش. چکمو برداشتم فرار کردم. اون الان حالش خوبه. ولی نمیدونه که کار من بوده. چکم الان تو خونمون. تو کمد اتاق. خب اینا چه ربطی به اون ماجرا داره؟ ربطش اینه که من خیلی تحقیر شده بودم. اون روز بدترین روز زندگیم بود. وقتی که از شر فریدون و چک خلاص شدم یه احساس غروری بهم دست داد. احساس کردم که دیگه نباید بذارم کسی بهم زور بگه. من که از دعوا و درگیری و کتککاری همیشه فراری بودم و بعدم میومد احساس میکردم باید یه آدم دیگه بشم. اما الان از آدمی که هستم اصلا راضی نیستم. اینا رو گفتن چون شما دفعه قبل به من گفتیم که هرچی که میدونم به شما بگم. نمیدونم، شاید هم دارم اینا رو میگم که فریدون حلالم کنه. میشه خواهش کنم چه که فریدون رو بهش پس بدین و ازش بخواین که حلالم کنه؟ توکل به خدا. دیگه هیچی برام مهم نیست. همه خاطرات زندگیم از ذهنم پاک شده به غیر از اتفاق اون روز لعنتی. ببخشید. اگه یه آدمی قتل کرده باشه نمازش قبوله. شما نمازتو بخون، من کارش میکنی. بچه که بودم مکبر مسجد محله اون بودم. بعد به خاطر اینکه حواسم پرت میشد همه رو جا به جا میگفتم. یه بار یه کاری کردم اصلا مسجد به هم ریخت. پیش نماز داشت سجده میرفت بقیه قمرت گرفته بودم. سلام باسم این پیره مردای بد اخلاق بود. سرایدار مسجد بود. بعد نماز افتاد دنبالم تو صحن مسجد. اون بود و من بود. اینقدر ترسیده بودن نزدیک بود شلوارم خیس کنم. حالا راستشو بگو، کتک خوردی یا نه؟ نه، شانس آوردم. پیش نماز مسجد من نجاتم داد. زیر عباش قایم شدم. یاد بچگی افتادم. یادش بخیر. دیدی خاطرات زندگیتو فراموش نکردی؟ همیشه به خاطرات خوبت فکر کن، نذار کم بیاری. تو چرا از مادر رضایی نخواستی ببخشدت؟ ازش خجالت میکشم. خواهش میکنم این دفعه اگه اومد خواست منو ببینه بهش اجازه ندیم. چرا؟ نمیخوام بعد اعدامم عذاب وجدان داشته باشه. تو دیگه باید برگردی زندان. چیز دیگه نیست که بخوای بگی؟ شما آدم مهربون هست. نمیدونم چیزی که میخوام بگم درست یا نه. یا اصلا باید از شما درخواستی داشته باشم؟ نه. من خیلی ساله میخوام مادرم بفرستم بشه دمو نمیشه. هر دفعه یه اتفاق میفته. من طلبی دارم از یکی از دوستان بابت موتورم که بهش فروختم. شمارش رو بهتون میدم، باش تماس بگیریم. بخونش مادرم اینا رو بفرستیم بشد. آخه
ارسلان تو ایران هیچ فامیل درجه یک نداشته. تنها کسی که میتونه اینقدر شبیهش باشه برادر ناتنیشه که اونم سالاس ایران نیست. لازم شد این عکس دلیلی رو بفرستم واحد تشخیص هویت که با اون چهره ای که خواهر روز تصادف دیده مطابقت بدن. اگه اونا تایید کنن دیگه شکی نمیمونه. حالا شبیه اون عکس هست؟ به نظر من شبیه نیستم. اگرم باشه احتمالا این رفیق اون روز گیریم داشته. روز زیاده نتونستم کاری کنم مادر. نمیدونم یه جوری احساس میکنم به قضیه قتل بابا هم مربوطه. یعنی این آدم پشت پرده همون قاتل بابا؟ هدف این آدمو در مورد این قضایای اخیر چطوری ارزیابی میکنی؟ میخوام بعد ادامه عذاب وجدان داشته باشم. من تصمیم خودم رو گرفتم. گیره دل من به یاد